در حالی که پیش از این جنبش ملی اسلامی افغانستان از برگزاری مراسم ویژه برای دادن رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم در کابل خبر داده بود، اما اکنون معاون این حزب میگوید که قرار است این مراسم به روز چهارشنبه در جازجان برگزار شود. بعد از ختم مراسم تفویض رتبه مارشالی حتما در یک فرصت مناسب جناب مارشال صاحب در کابل تدابیر دفتر همه جای در نظر گرفته شده، خواهد اینا بیان تشریف داشته باشند. انتظار می رفت که ریاست جمهوری فرمان مارشالی آقای دوستم را به گونه رسمی و در مراسم ویژه در کابل اعطا نماید، اما این فرمان به گونه رسمی پخش نشد و پس از نزدیک به یک ماه از امضای توافقنامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله در رسانه های همگانی پخش شد. ده اصلا از موخ په نظامی سیستم باندې ملند و حل دی. اول باید مارشالی رتبه نه وای ورکړ سوی، چې کله ورکړ کیږي باید هر څه یو ځان ته شرایط لري، تشریفات لري، په غو شکل ورکی او چیرته نه ورکړ باید هر خپل قاطی دریز وای. نظامیان پیشین میگن که مارشالی بلندترین رتبه نظامی است و باید از سوی رئیس جمهور در مراسم ویژه در کابل اعطا شود. رتبه مارشالی توسط رئیس جمهور و سرقومندان اعلی قوای مسلح منظور میشه و در یک محفل شانداری که در او رهبری وزارت دفاع، جنرالای اردو شرکت می داشته باشند. رتبه مارشالی یک رتبه فوق‌العاده نظامی است که او از طرف رئیس جمهور یا سرقومندان اعلی تفویض می شود و مراسم تشریفاتش از طرف ریاست جمهوری باید گرفته شود. در این میان شماری از حقوق دانان می گویند که فرمانهای رئیس جمهور جایگاه قانون را دارند و باید به گونه رسمی همگانی شوند. تشریفاتی که برای یک مارشال در یک کشور گرفته میشه باید گرفته میشد، اما عدم رعایت امی تشریفات فکر میکنم هم به احترامی به رتبه مارشالی است و هم به احترامی به فرمان رئیس جمهور است. ریاست جمهوری در این باره چیزی نمیگوید، اما بر بنیاد توافقنامه سیاسی رئیس جمهور غنی در فرمان رتبه مارشالی را به عبدالرشید دوستم داده است.